داستان اینه که اگه ما قرار باشه سازنده زندگی دلخواهمون باشیم باید روشش رو یاد بگیریم نکات مهمی رو میخوام بهتون بگم که مطمئنم بهتون خیلی کمک میکنه در مسیر ساختن یک خود قوی که قادر به امکانات درونیش دست پیدا کنه تا بتونه دنیای ایدال بیرونیش رو هم بسازه خب ما باید یه قوانین و اصول رو یاد بگیریم خیلی از دوستان از من میپرسن من دائم عبارت تأکیدی مینویسم تجسم خلاق انجام میدم هدفامو مکتوب کردم پس چرا به خواسته نمیرسم چرا با اینه که مدت هاست که دارم کتاب میخونم یا وایس گوش میکنم ولی اون تغییری که دلم میخواد در خودم اتفاق بیفته نمیفته و تا زمانی هم که خودم تغییر نکنم سناریوم تغییر نمیکنه دقیقا همینطوره من برای اینکه اینو به شما توضیح بدم مثال یک سفر رو زدم فرض کنید شما میخواید از تهران برید شیراز فرض کنید اتومبیلتون آماده کردید و میخواید برید و حرکت کنید آیا همینجوری شروع میکنید به حرکت کردن؟ قطعا نه شما قبل از اینکه حرکت کنید به اتومبیلتون رسیدگی میکنید بررسی میکنید آیا لاستیک های اتومبیل من سالمه درست کمباد سالمه آیا سیستم موتور درسته بنزین خوبی داره لوازم خوبی رو برای اینکه تو مسیر اگر چیزی نیاز داشتم برداشتم یا نه یعنی یه مطالعه می کنید که من چند درصد آماده این سفرم و بعد حرکت میکنید دقت کنید دوستان خیلی از افرادی که دارن یک سفر رو آغاز میکنن مثلا فرض کنید سفر سال 1400 شما در راستای ساختن زندگی بیرونیتون موفقیت های مادیتون میخواد آغاز بشه خب این سفر فقط از طریق نوشتن هدفاتون و تجسم کردن هدفها و تکرار عبارات تأکیدی قطعا نمیتونه شما رو به مقصد برسونه خیلی چیزای دیگه هم لازم دارید که باید انجام بدید و با رعایت اونها شما میتونید قدم های بزرگی در راستای ثروتمند شدن بردارید یه فرد ثروتمند بنابراین هیچ وقت فکر نکنید که روزها و هفته ها بشینم بنویسم ده تا دفتر صد برگ پر کنم با عبارت تأکیدی و کار تمومه نه دچار احساسات خوشایند بشم با تجسم کردن و من میرسم نه خیر اینجوری نیست شما باید خروجی داشته باشید شما باید بدونید دقیقا چه چیزی به عالم میدید که ما به ازاش چی میگیرید و اینها رو من میخوام بهتون بگم لطفا با دقت گوش کنید و با اشتیاق به خاطر اینکه دلم خود از هر فرصتی استفاده کنید برای دریافت و رشد. چرا قصد دارم این کار کنم؟ قصدم اینه یادتون باشه. من و هیچ کس دیگه ما بی هدف کاری را انجام نمیدیم. ما وقتی به عالم اثرات مثبتی رو میذاریم کار مثبتی انجام میدیم؟ عالم از ما حمایت میکنه. قانونمندی عالم از کسی که داره عامل رشد میشه حمایت میکنه و او رو در راستای رشد حل میده سوق میده یعنی ما رو میکشونه چرا؟ چون ما داریم کمک میکنیم و این کار رو شما هم باید انجام بدید شما باید به اطرافیانتون کمک کنید که اونها هم حتی خیلی کم یاد بگیرن که چی کار کنن اینجا میخوام تفاوت رو بگم درباره افراد پولدار و ثروتمند خوبه با این دو تا واژه آشنا بشین ما یه سری افراد رو داریم پولدار ولی نمیشه بهشون گفت ثروتمند و یه سری افراد رو داریم ثروتمند که قطعا پولدار هم هستند قطعا پولدار یعنی مشکل و گره مالی ندارن پس تفاوت‌های اینا رو خوب گوش کنید و ببینید شما چگونه اید شما بدنتون، رفتارتون، فکرتون، لحظه لحظه زندگی، کنش و واکنش شبیه افراد پولداره یا افراد ثروتمنده اما ویژگی های افراد پولدار افراد پولدار به پول با نگرانی فکر میکنن به بدهکاریاشون فکر میکنن به این فکر میکنن اگه وضع بد بشه چی کار کنم اگه نتونم بفروشم چیکار کار کنم اگه نتونم حقوقم رو بگیرم میدونین افراد پولدار وقتی به پول فکر میکنن نگرانن حالشون خوب نیست و در خرج کردن حالشون بد میشه هرچی که میخوام بخرن یه جورای احساس بدی دارن این افراد پولدار فقط زمانی که اشیایی رو خرید میکنن که با اون اشیا با اون کیف و کفش با اون اتومبیل با اون طلا و جواهر خودشون رو به دیگران معرفی میکنن و برتریشون رو میخوان نشون بدن راحت خرید میکنن اونم به خاطر اینکه میخوان حس برتریشون رو به دیگران ابراز کنن خب حالا تو افراد ثروتمند بهتون میگم که اونا چقدر متفاوتن افراد پولدار برای خرید کردن چیزی که به نمایش میذارن راحت عمل میکنن یعنی ممکنه برای اتومبیلشون خیلی هم هزینه کنن چرا چون اون تو دید بقیه است و میتونه دیگران رو تحت تاثیر قرار بده پس فرد پولدار خیلی تمایل به تحت تأثیر قرار دادن دیگران داره و نشون دادن برتری خودش اینا در اغلب اوقات در رقابت و حسادت هن. در رقابت و حسادت یعنی اگر زندگی دیگران رو نظاره میکنن از برتری خودشون حس خوبی دارن و دنبال نقطه ضعف در دیگرانن با اینه که پول زیادی دارن ولی دیدن موفقیت های دیگران براشون سخته حالشون رو بد میکنه چون اینا فقط پول دارن ثروتمند نیستن حس دیر شدن و بیقراری رو دارید با اینه که دارن با اینه که پول دارن با اینه که آدم های پول داری هستن ولی در مسیر رسیدن به هدف های متعددشون حس میکنن ای وای دیر نشه دیر نرسم نکنه که من دیرتر برسم بقیه زودتر این حس کم بود و ترس از دیر شدن یکی از موانع ثروتمند شدن اینهاست اینها صرفا پول دارن ولی حالشون خوب نیست برابرین حالشون خوب نیست اغلب اوقات به این فکر میکنن که من چی به دست بیارم یعنی تو روابطشون تو کارشون اگه شغلی دارن اگه ارتباطی دارن دائم در اون موقعیت ها فکر اینن که چی به دست میارم چی گیرم میاد این فکر رو نمی کنن که تو اون رابطه یا تو کار من چی دارم عرضه می کنم من چی دارم میدم اثر مهم نیست اینکه بیشتر از اونی که میخوام بدن فکر گرفتن رو میکنن اینا آدمای پول دارن حالا ما با فقیر و ندار کاری نداریم ما فعلا فرق بینه پولدار و ثروتمند دارم بهتون میگم اما آدمای های ثروتمند افراد ثروتمند اغلب اوقات احساس رضایت و شادمانی دارن از خودشون و آزایشون درباره پول با یک حس اطمینانی فکر میکنن نه با نگرانی اینا تفاوت هاشون با افراد پولداره برعکس افراد پولدار که با نگرانی به پول فکر میکردن افراد ثروتمند به راحتی برای تفریحشون برای رشدشون برای استفاده از لحظات زندگی به بهترین شکل هزینه میکنن و این هزینه رو از دست دادن نمیدونن چون خودشون رو شایسته میدونن پول خرج میکنن واسه این آدمه چون میدونن هر گاه برای این آدم پول خرج میکنن ارزشش و استحقاقش برای جذب بالا میره یادتون باشه هرگاه برای خودتون نه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران ببین که ما چی میخریم مهم نیست اینکه چرا داریم هزینه میکنیم مهمه اگر براحتی برای وجود خودتون هزینه میکنید و فکر میکنید این آدم ارزشش داره ارزشش داره هزینه میکنه این آدم رشد میکنه و استحقاق جذبش میره بالا و یه فرد ثروتمند فقط برای ظاهرش هزینه نمیکنه قادر برای وجودش هزینه خوب کنه دنبال نمایش دادن به دیگران نیست دنبال تحت تاثیر قرار دادن دیگران نیست این ثروتمنده یعنی قصدش این نیست دیگران رو با داشتههاش با مدرکش با همسرش با پاسپورتش با خونهش با اتومبیلش اصلا تمایلی به تحت تاثیر قرار دادن دیگران و به نمایش گذاشتن برتریش نداره به هیچ وجه البته ویژگی افراد ثروتمند رو دارم بهتون میگم نکته دیگه افراد ثروتمند یه ویژگی خیلی قشنگشون اینه از موفقیت دیگران از امتیازات دیگران خوشحال میشن حتی وقتی رقیبشون رو میبینن که یک کار برجسته داره انجام میده احساس میکنن چه جالب چه ایده قشنگی چقدر این افراد دارن خوب جلو میرن و تحسینشون میکنه در درون برای اونها خوشحاله چون میدونه وقتی اونها حرکت میکنن پیشرفت میکنن و من به خاطر پیشرفت اونا موفقیت اونا خوشحالم فرکانس ارتعاشی من به اندازه اونا بالا میره و من خودمو دارم بالا میکشم پس دوستان شما هیچ کاری رو برای دیگران انجام نمیدید حتی وقتی برای دیگران خوشحالید ارتعاشات شما به واسطه شرایط اونا بالا میره و شما استحقاق خودتون رو بیشتر میکنین یه فرد ثروتمند این گونه است افراد ثروتمند نسبت به تعهداتشون بسیار پایبندن براشون مهمه تعهدشون رو بسیار عالی انجام بدن بیش از اون چیزی که انتظار میره انجام میدن بده کار نیستن اغلب اوقات بیشتر از آنچه که دریافت میکنن کار میکنن بنابراین اینا استحقاق جذب رو دارن و از اون طرف نگاهشون به دست طرف مقابل نیست که بگیرن بگیرن چون میدونن جواب کارهاشون با حمایت بیش از حد عالم خواهند گرفت و اینها اغلب اوقات به جای که فکر کنن تو روابطشون و در کارشون چی به دست میارم فکر میکنن که من چی دارم به عالم میدم من دارم چه اثری میذارم من چی برای عرضه کردن دارم چه مهارتی دارم چه کاری رو میتونم انجام بدم که خیلی ها نمیتونن و من میتونم تو اون کار از خوب به عالی برسم یعنی در منطقه خوب نمونم از منطقه خوب حرکت کنم به عالی اینجاست که ارزش من در عالم بالا میره قیمت من بالا میره یعنی یک فرد ثروتمند با بالا بردن امکانات خودش رشد شخصی خودش قابلیت های ذهنی و قوانینی که رعایت میکنه جذبش رو مدام بالا میبره یادتون باشه ثروتمند شدن اتفاقی نیست شانسی نیست باید یه سری چیزها رو یاد بگیریم و رعایت کنیم نکات بسیار ریزی که شاید خیلی ها بگن ای بابا چه اهمیتی داره سخت نگیر اگه خدا بخواد درست میشه نه دوستان اینجوری نیست ما انتخابگر لحظه به لحظه زندگیمون و آیندمون هستیم اگه تصمیم نگیریم که یاد بگیریم و درست عمل کنیم اگه تصمیم نگیریم که تغییر کنیم مسیر زندگیمون عوض نمیشه و دستاورت همون تغییر نمیکنه. لازمه که کار کنیم و حالا چند نکته مهم رو امروز میخوام بهتون یاد بدم که با اینها شروع کنید خیلی از شما هم شروع کردید ولی بازم شروع کنید اولین نکته مهم ذهنتون رو برنامه ریزی کنید با هدفتون و من میگم چهار تا هدف رو برای سال 1400 مکتوب کنید تا آخر بهار تا آخر تابستان تا آخر پاییز و تا آخر زمستان سال 1340 1400. و 1400 تا آخر سال 1400 من میخوام به این چهار هدف برسم هدفتون رو مکتوب کنید اصلا مهم نیست چجوری اصلا مهم نیست به چه شیوهی بنویسید فعلش چجوری باشه جمله بندیش چجوری فقط بنویسیدش رو کاغذ تو ذهنتون نه چون وقتی رو کاغذ می نویسید یک اتفاقاتی می افته. که حالا اتفاقات رو بهتون میگم اصلا مکتوب کردن جادو می کنه. نوشتن جادو می کنه. و ما نمیدونیم که چقدر قادریم توسط نوشتن برنامه ذهنمون رو تغییر بدیم و به سمت ثروتمند شدن حرکت کنیم پس اهدافتون رو بنویسید و سختم نگیرید فیلن فقط بنویسید چهار تا هدف برای سال 1400 دومین نکته که میخوام روش خیلی فکر کنید و جدی بگیریدش شاید خیلی از شما اینو نمیدونید و براتون تازگی داره اینه که مطمئن باشید تنها نیستید مطمئن باشید تنها نیستید شما یک راهنمای درون دارید که اون راهنمای درون اون خرد برتر اگر باهاش رابطه برقرار کنید اگه بهش توجه کنید اگه باهاش حرف بزنید در وجود شما بیدار میشه فعال میشه و حاکم بر وجودتون و این راهنما خیلی جاها به شما میگه صبر کن عجله نکن خیلی جاها به شما میگه اینجا تصمیم بگیر اقدام کن و شما میمونید که یه چیزی داره به من میگه یه کاری بکن ولی یه نیروی به من میگه نه به راهنمای درونتون باید توجه کنید و این یه سری روش داره که چگونه ارتباطتون رو با راهنمای برترتون قوی تر کنید کسی که این کار رو انجام میده مدام در دنیای بیرون دنبال حل مشکلاتش نیست حل مشکلاتش از درون آغاز میشه و قدرت هاش رو اینجا میتونه بیاره بیرون و فعال کنه ما قادریم خیلی کارا کنیم مهمترین کسی که به ما کمک میکنه خودمونی و مهمترین مانع ما برای موفقیت و ثروتمند شدن خودمونی بزرگترین مانع شما برای ثروتمند شدن خود شما هستید سومین نکته که میخوام بهتون بگم اینه که درباره اهدافتون و درباره راهنمای درونتون و ارتباطی که دارید برقرار میکنید و درباره واقعیت های مهم زندگیتون با دیگران حرف نزنید اصلا باید بهتون بگم اگه قراره ارتباط بیشتری با خرد برتر برقرار کنیم باید کمتر حرف بزنیم باید کمتر اطلاعات بدیم باید کمتر تو زندگی دیگران اظهار نظر کنیم نظر بدیم نیروهاتون و انرژیتون رو برای خودتون بذارید نه از خودتون اطلاعات زیادی بدید نه درباره هدفتون بگید نه درباره اینور و اونور نظر بدید لطفا مراقبه کنید پرحرفی و پرهیجانی انرژی شما رو کم میکنه البته با افراد درجه یک زندگیتون خیلی صحبت کنید گرم بگیرید داشتن ارتباط نزدیک با درجه یک ها بدون اینکه بخواید تو زندگیشون مداخله کنید یا بخواید کنترلگرانه قطعا مفیده من نمیخوام بگم درونگرا بشید تنهای تنها بشید نه خیر اصلا این نیست تعادل خیلی مهمه ولی اونهایی که دائم دارن از خودشون از هدفشون از یاد از تجربیاتشون از کتابی که خوندن هی اطلاعات میدن بدون هدف این آدما انرژی از دست میدن و مراقبه کنید که این کارا هم انجام ندید و سوال من از شما اینه بیشتر اوقات روز آیا ذهن شما با شکایت کردن فعاله از اوضاع از جهان از شرایط اقتصادی از خودتون از سال قبل سال بعد آیا بیشتر اوقات دارید شکایت میکنید خودتون رو نگاه کنید بیشتر اوقات حرف زدن شما بوی شکایت میده یا شکرگذاری آدمای ثروتمند اکثر اوقات حرفهاشون حرفایی که در جهت امیدوار کردنه جنبه های مثبت روزشون رو مرور میکنن و اگه قرار حرف بزنن درباره اونا میگن ذهن دیگران رو منفی نمیکنن سمی نمیکنن افراد ثروتمند ویژگی های افراد سمی رو ندارن ناراحت نمیکنن و مراقبت کنید از خودتون یعنی اگر تو این مسائل تو این زمینه ها واقعا مسئله جدی دارید روی اینا باید کار کنید و خودتون رو به یک وضعیت خوب برسونید برای ثروتمند شدن ظرف ما باید بزرگ شه تا مظروف بزرگی تا داشته های بزرگی رو جا بده در خودش یه ظرف کوچیک نمیتونه داشته بزرگی به دست بیاره نمیتونید به چیزای بزرگی برسید وقتی در درون شما مدام منفی بافی وجود داره بعدم اسمش رو میذارید واقع بینی اصلا این واقعیت هست وقتی دربارش حرف میزنی حلش میکنی خب من تو همینجا میخوام بهتون بگم که موفقیت و ثروتمند شدن به هیچ عنوان به شانس و اتفاق و دعا و اینا صرفا ربطی نداره اول از همه انتخاب شماست دوم دونستن یه سری نکاته که باید یاد بگیرید و رعایت کنید و سوم تلاش کنید با اشتیاق تلاش کنید تا زندگی ایدالتون رو بسازید نمیتونید همینجوری منفعل یه جایی بشینید بگید آخه سخته نمیشه کسی که میگه سخته واقعا براش سخت میشه اگه باور کنید یه وضعیتی سخته واقعا سخته اینم بدونید مهم نیست چند سالتونه مهم نیست الان چه وضعیتی دارید تا اینجا بده کاری اوکی ولی الان زنده اید نه و مغزتون کار میکنه پس تصمیم بگیرید که تغییر کنید تصمیم بگیرید که روی خودتون کار کنید روی رشد شخصیتون کار کنید تا زندگی دلخواهتون رو در سال بعد بسازید ولی منتظر نشید سال نو بشه شروع کنید از همین امروز شروع کنید ما باید یاد بگیریم یه فرد موفق یه فرد ثروتمند میدونه که وقتش رو باید صرف چه کارایی کنه ارتباطش را با چه افرادی بیشتر کنه چه اقداماتی انرژی بیشتری بهش میدن دستاوردهای بیشتری براش میارن اون اقدامات رو تو اولویت قرار بده یعنی یه فرد ثروتمند من با تمام وجودش باید در جهت رسیدن به خواستهاش قدم برداره و خب وقتی یاد میگیرید قطعا مسیر براتون لذت بخشتر میشه من بخشای کوچیکی، نکته های بسیار کوچیکی رو امروز بهتون گفتم که میخوام بهتون کمک کنم یاد بگیرید چگونه ثروتمند بشید واقعا میخوام یاد بگیرید که چگونه ثروتمند بشید چون ما انسان ها توانایی های بی داریم که متاسفانه اونا رو نمیشناسیم نمیدونیم مثل کسی که یک کامپیوتر داره کلی امکانات در کامپیوترش وجود داره ولی بلد نیست استفاده کنه و یه شخص دیگه با یه امکانات حتی محدودتر یه کامپیوتر ضعیفتر حتی یه لپتاپ اجاره میشینه و کار میکنه و پول در میاره به سن و سال ربطی نداره هر سنی که دارید میتونید شروع کنید اگه 80 سالتونه و انگیزه دارید برای شروع کردن بهترین زمان همین الانه مهم اینه که چقدر اطمینان دارید که میخواید نه اینکه چقدر اطمینان دارید که میتونید توانستن در مسیر شروع میشه باید قدم بردارید باید شروع کنید بس دیگه آماده کردن باید شروع کنیم و شروع کردن با کسب آگاهیه من میخوام دوره رو براتون بذارم که در دوره ثروتمند شدن این دوره سه جلسه است به شکل اینستاگرام آموزش اینستاگرامی و رایگان هدیه نوروزی من به شماست برای اینکه فکر میکنم مهمه از تجربیاتی که دارم از نکاتی که بلدم از قوانین معنوی که خیلی از افراد آگاه نیستن و با زیر پا گذاشتن اون قوانین برای خودشون و اطرافیانشون مشکل ایجاد میکنن من رسالت خودم میدونم که در سال جدید یک قدم بزرگ بردارم برای کمک به جامعه هم. کمک به افرادی که دوست دارن به خودشون کمک کنن اگه واقعا میخواید به خودتون کمک کنید من میخوام نکاتی رو بهتون یاد بدم که با دونستن اونا و عمل کردن به اونا میتونید مسیرتون رو کاملا در جهت دلخواه قرار بدید امیدوارم مشتاق باشید و قدردان باشید که همچین فرصتی رو دارید به دست میارید برای اینکه خودتون رو آگاه کنید و با یک زندگی آگاهانه در بود مادی و معنوی حرکت کنید اینم بدونید مادیات مانع رشد معنویات نمیشه اتفاقا کسی که میتونه رشد مادی خوبی داشته باشه دیگه حالا اینجاست که تواضع کردن و مهربونی کردنش به دیگران به خاطر نیازش نیست به خاطر اینه که در وجودش غلیان میکنه عشق ورزی مهربونیش به خاطر مهربونیشه نه به خاطر اون دستاوردی که میخواد تو اون رابطه به دست بیاره پس ما باید در راستای رشد همه جانبه خودمون کار کنیم و اینم بدونید که پیشرفت مادی از شما انسانی اثرگذارتر میسازه که بتونید تو جامعتون مؤثرتر کمک کنید حمایت کنید به رشد افراد بیشتری کمک کنید پس اولین کسی رو که باید مورد حمایت قرار بدید و کمک کنید خودتون هستید روی رشد شخصی خودتون کار کنین این دوره رو همکار من یک پست میذاره یک پوستر میذاره و بهتون میگه که چگونه میتونید ثبت نام کنید در این دوره امیدوارم که بتونید استفاده کنید با اشتیاق و سه از هفته دیگه شروع میشه دوشنبه پنجشنبه دوشنبه سه روز و ساعت پنج تا شش بعد از ظهر من خدمتون هستم کلی مطلب دارم براتون کلی نکاتی که خیلی تغییرتون میده خیلی کمکتون میکنه و امیدوارم این دستاورت ها رو به همه جنبه های زندگیتون انتقال بدید یعنی وقتی چیزی رو یاد میگیرید همه جا به کار ببرید تا بتونید یک انسان متعادل در رشدتون باشید با رعایت نکات ریز میتونیم یه زندگی فوقالعاده بسازیم و چرا که نه چرا منتظرید جامعه تغییر کنه تا شما شرایطتون عوض شه منتظر نباشید حتی اگه کارمند دولت هستید بدونید اون حقوق برای رشد شما کافی نیست و لازمه به موازات شغلتون کارهای دیگه ای انجام بدید تا زندگیتون رو عوض کنید از خارج از کشورم میتونید پیام بدید به اون شماره واتساپی که براتون توی اون پست میذارن به اون شماره واتساپ پیام بدید خودتون رو معرفی کنید و میارنتون تو صفحه احتمالا شما باید فالو کنید اون صفحه رو که آدرسش رو میدن بعد همکار من شما رو اد میکنن با اشتیاق شروع کنید دقیقا با اشتیاق با اطمینان از اینکه هر وقت به خودمون میرسیم قادریم به خواسته هامون برسیم برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید